یو چطور این بچه همان و خیلی خوش اومدید به پارت نمیدونم چندم سری هارت صفای را نموید. بچه بابت اینکه که دیروز ویدیو نداشتیم ازتون عذر میخوام این سریمون قرار بود که یک روز در میون باشه بعد آیا ادیتور گشت بازی در برد یک روز کلا گفت من استراحت میخوام و اینا دیگه نشد دیگه به بزرگی خودتون ببخشید اگر هم ناراحتی از این قبال دارید توی کامنت ها آیا ادیتور رو مورد عنایت قرار بدید بنده بی تخصیرم. ولی بچه همونطور که بار قبلی بهتون گفتم پلنمون فقط و فقط حمله به اروپا است حمله به اروپا اصلا کار آسونی نیست چون اگر یک همچین جنگی رو ما شروع بکنیم به این راحتی ها دیگه تموم نمیشه ما اول باید کل اروپا و روسیه ها رو بزنیم بعد بریم امریکا و کانادا و مکزیکو بزنیم و بعد اون تازه به نظرم باید بیایم امریکای جنوبی رو هم بزنیم برزیل رو هم باید بزنیم آرژانتین رو هم باید بزنیم کلا یعنی وارد یک منجلابی میشیم اگر این جنگ رو شروع کنیم که به این راحتی ها تموم نمیشه با اینکه بچا پلنمون برای این سری جنگ با اروپا ولی قبل اینکه بریم بالا سر اروپا منطقیه که بیایم چینو بزنیم چرا باید این کارو بکنیم چون ما توی این جنگ نیاز به متحد داریم یعنی اصلا همه چی به درک نیاز به یکی دو تا کشور داریم که مثلا بغلمون بجنگن حال درست خودمون کشور قدرتمندی هستیم ولی به هوش مصنوعی اونا نیاز داریم نمیدونم چجوری جوری بگم به ای آی اونا نیاز داریم الان برای مثال من به جایی حمله کنم ای آی هند هم قراره بیاد کمک من یعنی دو نفره قرار حمله بکنیم ولی خب هند کشور ضعیفیه و سر این موضوع من چین رو میخوام ما اگر بتونیم چین رو داشته باشیم 100 درصد توی جنگ با اروپا و جنگ با امریکا خیلی میتونیم موفق تر باشیم پس به همین منظور شد توی این ویدیو میریم بالا سر چین دوباره با اینکه حالم از اسمش حتی داره به هم میخوره ولی میریم بالا سر چین و مطمئنا هم باید توی یک پارت کارش رو تموم کنیم همونطور که میبینید بچه چین هیچ متحدی نداره بجز فیلیپین که فیلیپین هم کاره نیست ولی وا. دانه فیلیپین کار سختیه میانمار هم کشی وای میانمار هم داره وای حاجی این بده این جدا بده مالزی هم داره وای مالزی هم پاپت خودش کرده چی اندونزی هم داره یا نه خدا رو شکر اندونزی نداره ولی خب فیلیپینو داره که فیلیپین واقعا یک معزله برای ما شما نقشه فیلیپینو رو ببین فیلیپین از جزیره تشکیل شده و اگه یه واحد نیروی روی یه این یه چوس جا بذارن نیروی دریایی من که نیروی دریایی که نه من با سرویس بشم تا بتونم اونجا ارسال کنم اون یه واحد رو بزنی به طور کلی فیلیپین یک معضل بزرگه برای ما توی این جنگ ولی خب بچه ها اصلا ایرادی نداره مطمئنا از پسش برمیایم و بدون مطلی بریم برای ست کردن کاماندرهامون هامون همونطور که بارتا قبلی دیدید نیروهای ما توی این روسیه ها گیر کرده بودند و من دهنم سرویس شد تا نیروهامون رو برگردونم به کشور ولی خب بالاخره این اتفاق افتاد و الان نیروهامون داخل ایران هستن و دوباره باید ستشون کنیم و بدیم دست کاماندر تایم بازی رو من روی حالت آهسته باز میکنم و یک بار چک میکنم ببینم چقدر نیرو داریم سر که نایس نیروهامون توی خود کشور رسیدن به 320 واحد توی چین چقدر داریم 20 تا اینجا داریم 50 تا این ور داریم ای این 50 تا حاجی کارو در میاره فقط این 50 تا رو من چرا نمیبینم م. از دور اصلا معلوم نیست ولی خب پنجاه تا داریم مجلس هم میخواد بچه بودجه ارتش رو ببره بالاتر که قبولش میکنیم ولی از این ور دخل و خرج با هم نمیخونه که مالیت رو میبریم بالاتر به همین راحتی 1140 تا هم بچه کارخونه داریم که از الان به بعد باید بس میکنیم دیگه چی داریم این تا 10 سال دیگه ما اینجا بیلد زدیم ساخته بشه که اوکی کنسل اون موضوع 4 میلیون هم بچه من پاور داریم نیروی خاصی هم آموزش میدیم همونایی هن که پارتای قبلی زده بودم آموزش داده بشن یه سری نیروی اسپشیال زدم آموزش داده بشه به علاوه یه سری تانک و هلیکوپتر و اینها که اینا هم آموزششون تموم بشه ازشون صد درصد استفاده میکنیم ولی الان بچا نوبت این میرسه که این پنجاه واحدی که اینجا داریم رو خیلی سری بدیم دسته کاماندر که البته این همه نیرو دست یه دونه کاماندر جان نمیشه و باید بدیم دست چند تا کاماندر ولی خب هیچ ایرادی نداره چهار واحدم بچه من از خود ایران از اینجا البته این پنج واحده ولی خب چهار واحد هم از اینجا میزنم اعزام بشه به این بر دادش داداش اعزام شده دیگه مرضت چیه داداش حتما من باید الان این چهار واحد رو بدم دسته کاماندر بعد مثلا بیام با اریا دیفنس اعزام کنم پدر سگو خودتون اعزام بشید دیگه بیا الان اعزام شده در سرویس البته میدونم با این گزینه ناوال اوردر هم میشه نیرو جا به کرد ولی اریا را دیفنس راحت تره. بله همونطور که میبینید کار به درستی داره انجام میشه این چهار واحد داره انجام میشن از این ورم کشور میخوان از همون خرید نظامی داشته باشن که اکسپت میکنیم مکزیک هم بچو تبدیل شده به یکی از بزرگترین خریداران نظامی ما که جالب این موضوع اوگاندا میخواد هم از همون خرید داشته باشه اکسپتش میکنیم و از بخش دیسیژن بچا بدو بدو بیایم ببینیم چه کارایی برای انجام دادن داریم که چیز میزای هسته ای رو بچا من میخرم و علاوه بر اون دیولپ اکونومی همتی رو هم میزنم و از این بر چین هم میخواد از همون خرید نظامی داشته باشه که دیکلاین میکنیم اوکی دیکلاین هم گفتم دیگه منیشو من پارتهای قبلی دیکو میکنیم تو لاین رو چین بله و دیگه جون هم واسهتون بگه که از این بخش هم میتونیم با اینفلوئنس ها مبارزه کنیم که با اینفلوئنس چین حتما باید مبارزه کنیم و دیگه جون هم واسهتون بگه که از بخش دیسیژن کاری برای انجام دادن نداری. الجزیره هم میخواد خرید نظامی داشته باشه واتمالام هم همینطور به جفت شون هم میفروشیم اون چهار واحده رسیدن اوکی این چهار واحد با چهارده تا واحدی که اونجا بود میشن 18 واحد و به این شکلی که دیدید الان سه تا گاماندر 18 واحدی در این بخش از چین داریم که خیلی سری میدیمشون دست یک سرلشگر و ستشون میکنیم روی این مرز چین بعد اون بچه نوبت میرسه به منیج کردن نیروهای اینجا که 20 واحد هم اینجا داریم این 20 واحد رو هم کل کلا دسته کاماندر و باز ست میکنیم برای مرز این قسمت این کاماندرهایی که بچه توی شرق چین داریم مهمترین کاماندرهای ما هستن در این جنگ و اینها هستن که سرنوشت جنگ رو قرار مشخص بکنن برای مثال من از این مرز هم پیش خواهم کرد از مرز هند هم همینطور ولی اینها هستن که تکلیف ما رو قرار مشخص کنن از بخش فوکس هم بچه دیگه کم کم داریم میرسیم به آق... خراش و چیزی دیگه واقعا برای انجام دادن به اون صورت نمونده و من همون فوکس های IRGC رو میام ادامه میدم و میخوام که بریم برای داشتن بیس توی ماه از برای رسیدم به اون اسپیس وارفای رو انجام میدم و چیز خاصی هم که بهمون نمیده وار ساپورت میده فقط که خوبه بدم نیست سومالی هم میخواد از همون خرید نظام هم داشته باشه میفروشی مکزیک باز هم میخواد خرید داشته باشه کلا هرچی داریم و مکزیک داره می میخره من بخش لوجستیک رو یک چکی بکنم ببینم اوزامو خوبه یا نه که خدا رو شکر بد نیست فقط اینفنتری فایتینگ کم داریم به انبارمون جز اون کم بوده خاص دیگه ای نداریم فقط همونو کم داریم ولی خب بچه در همین بین من وضعیت این روها رو چک کنم که خدا رو شکر همشون سوپلیت دارن اوکی الان بچه نوبت میرسه به چی به سازمان جاسوسی ما سه تا جاسوس بچه آفیش توی تهران داریم که این اینها رو من میخوام اعزام کنم همشون رو به چین و عین همیشه هم بچه دو تا جاسوس اعزام میکنیم برای شبکه سازی چین همین وسط به مالزی حمله کرد ولی میگفتم دو تا جاسوس اعزام میکنیم برای شبکه سازی یه دونه جاسوس اعزام میکنیم برای پرپاگاندا و از اونجایی که چین خیلی کشور بزرگیه یه جاسوس دیگه هم برای شبکه سازی اعزام میکنیم ولی این بار برای غرب چین یعنی ما باید یک کانکشن کانکشنی وجود بیاریم در غرب و شرق چین که این کانکشن باشه و اون جاسوس مسئول پروپاگاندامون هم کارش رو به خوبی انجام بده مجلس هم که از همون پول میخواد تزریق کنیم به بازار 20 بیلیون که تزریق میکنیم دوشواری نداریم ولی بچه بذارید ببینم من بازم جاسوس دارم یا نه مالزی هم که تسلیم شد خیلی هم خوب ولی بذارید ببینم جاسوس داریم یا نه جاسوسامون اکثرا توی اسرائیلن که بینا نمیخوام دست بزنم توی اروپا و این اونورم جاسوس نداریم ولی میتونیم جاسوس استخدام کنیم چرا که نه خانم لیلا رهبر رو ما استخدام میکنیم و به ایشون هم وظیفه بوست ایدولوژی میدیم و ایدولوژی هم که ما میخوایم بوست بشه توی چین ایدولوژی غربه یعنی میخوام این جاسوس بیاد مردم چین رو زده بکنه از ایدولوژی خودشون از ایدولوژی شرقیشون و متقاعدشون کنه که به سمت غرب تمایل داشته باشن این سودی برای ما نداره ولی خب باعث بیزنس ضرر چین 100 درصد فوکسمون هم که انجام شد اسپیس وارفیر بذار ببینم رکورد دادش رکورد ای من کابوس این رکورد ها فکر کن دو ساعت بشینی ویدیو بگیری و ببینی رکورد نشده ای 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 ولی خب بچه این هم از بخش جاسوسیمون جاسوس همون به خوبی توی چین ست شدن و حالا تا زمان شروع جنگ باید جاپاشون رو سفت کنن دیگه اصلاتی هم برای استخدام جاسوس نداریم و با تمام ظرفیت ریختیم تو چین دیگه ولی حالا جدای از همه این ها باید بیایم از بخش فوکس و یک مقدار فوکس هامون رو هم جلوتر ببریم که این بار میریم برای آستروید ماینینگ آستروید چیه هرچی از چیز خفنیه پنج تا آهن توی کرمانشاه میده پنج تا طلا توی خوی میده پنج تا آلومینیوم توی اصفهان میده پنج تا هم تکنولوژی متال توی مازندران میده که نایس جدا خوبه جدا این عالیه حتما میزنیم انجام بشه و دیگه جونم واسهتون بگی که از بخش جاسوسی بیایم بیرون و بریم ببینیم چه گلی میتونیم به سرمون بزنیم بله اوکراین هم که اینجا توی جنگ و تعداد روسیه ها هم بچه اگه دقت کنید کم شده چون یکی از روسیه ها با امریکا وارد جنگ شد و امریکا اومد جمعش کرد یه دونه روسیه اینجا داشتیم اضافه اون روسیه رو اومدن جمع کردن و الان یه دونه روسیه کمتر داریم ولی خب بازم هر جا رو نگاه میکنی فقط روسیه میبینی که دشواری هم نداریم حل میشه ایشالله حل میشه الان بچه نوبت به این میرسه که نیروهایی که توی خود کشورمون داریم رو هم یک منیجمنت بکنیم برها که من این نیروها رو به صورت بیست تایی میام بین چند تا کاماندر تقسیم میکنم و نمیخوامم زیاد منظم تقسیمشون کنم چون صد در صد بعد شروع جنگ چین قراره که انگولشون کنه و هی قراره که به هم بریزتشون پس اینکه من اینها رو خیلی منظم و دقیق آماده بکنم هیچ سودی برای ما نداره ولی خب بچه من الان پنج تا کاماندر آماده کردم این پنج تا رو چیکار میکنیم میدیم دست یک سرلشگر و بعد هم این نیروها رو ست میکنیم کجا اگه گفتید ست میکنیم برای این نقطه چرا که نه درست مرز خیلی کمی از اینجا با چین داریم ولی خب میتونیم بریم توی چین و از اون برم پاکستان و هند هم امیدوارم از پس خودشون بر بیان چون نیروی فعلا نمیخوام اعزام کنم به این مرزها با این که میتونیم جدا با این که میتونیم نمیدونم چرا نمیخوام اعزام بکنم واقعا روزگار عجیبیه بذار بکنیم آقا بکنیم فردا روز بعدش روی جنگ نمیخوام نگرانی داشته باشیم سرش پس با این حساب یه کاماندرم من اینجا اعزام میکنم برای این نقطه و یه کاماندر دیگه هم بچه من اعزام میکنم برای این نقطه مکزیک هم باز میخواد از همون تانک بخره که نایس این قمه که مکزیک داره خرید میکنه بکنم میخواد به امریکا حمله کنه ولی در هر صورت بچه الان دیگه بعد تکافی نیرو داریم و 260 روز دیگه هم قراره که زمان جنگمون با چین از راه برسه فقط چین این وسط یه جایی حمله کرد که من نفهمیدم به کجا حمله کرد امیدوارم حمله کنه جدان از این مرام میخواد از همون سلاح بخره خو خب اسکل من میخوام باهات بجنگم چرا باید به سلاح بفروشم واقعا منطق عجیب غریبی داره چین ولی خب بچه توی این جنگ هر طوری که هست هند هم باید حضور داشته باشه و علاوه بر اون برای این جنگ بچه من از موشک و بمب اتم اینها نمیخوام استفاده بکنم شاید بپرسید چرا چون ما نمیخوایم چین رو نابود کنیم بچه ببینید الان چین خودش فهمید که دیگه جنگی در راه و داره نیرو اینا اعزام میکنه که خیلی هم خوب ولی بحثی که هست بچه ما اگر زیرساخت های چین رو نابود کنیم فردا روز که پاپت ما بشه توی جنگ های اروپا دیگه توانی نخواهد داشت یعنی اصولاً چین باید قوی باشه برای اون روزها و دلیل اصلی من برای نابود نکردن زیرساخت ها و کارخونه هاش همینه علاوه بر اون بخش موشکی هم خیلی برای ما هزینه داره و از اون بر ما نمیتونیم از بمب اتم استفاده بکنیم یک موضوع کاملا مشخص و منطقیه همونطور که میبینید برای استفاده هیچ گونه بمب اتمی ما اجازه نداریم جامعه جهانی این اجازه رو به ما نمیده در صورتی که خیلیاتون گفته بودید اگر قبول کنی که استفاده صلحآمیز نداشته باشی اجازه داری استفاده بکنی ولی خب نشد در صورتی موضوع مهمم نیست بخش موشکی عادی هم خوبه ها خوبه ولی اون چیزی که باید و نداره یعنی نه تکسچری داره نه انیمیشنی داره نه اتفاقی میفته نهایتا بعدش لیگ اگر اتم شد کرده باشی اینجا یه دونه گزینه اتمی میاد مثلا که آقا اینجا آلوده به رادیو اکتیوه اونم تازه اگر اتمی بزنی موشک معمولی بزنی اونم وسط نمیاد و اصلا نمیتونی بفهمی که موشکت خورد نخورد حتی خیلی از اوقات هم اون کشور میاد موشکاتو منهدم میکنه بانه. یعنی اصلا هیچ هیچ و پوچ واقعا و هولی ایجنتمون هم دستگیر شد وای وای چین گرفتش آره نه هاجی ایجنتای های چینمون سر جاشونن توی اسرائیل دستگیر شد اوکی من از اینجا پاکش کنم دیگه داداش چند روز دیگه میتونیم پاک کنیم 260 روز دیگه اوکی ولی همونطور که میبینید شبکه سازیمون به طور فوق ای توی چین انجام شده و کارا به خیلی خوب دارن پیش میرن همه چی اوکیه و کل چین رو الان تقریبا داریم خیلی هم خوبه این موضوع ولی الان بچون باقی نیروهایی که در کشورمون موندن رو من باید ببینم چند تا هن. که اوکی دیویست تا دیویست و چهل تا رو من یک جا میدم دست یک کاماندر و ست میکنم کجا ست میکنم روی مرزهای کشورمون میدونم این موضوع یک موضوع باور نکردنی و شگفته ولی خب من این کار رو میکنم با اینکه اگر جنگی بشه بدبخ میشیم ولی نمیخوام مرزامون خالی باشه و علاوه بر اون نمیخوامم وقت صرف کنم آقا جان من الان هر چقدر زحمت بکشم کاماندر ست بکنم چین قراره که ما رو سیکیور بکنه و کلا همه چی ما رو به هم بریزه پس با این حساب کار منطقی میشه گفت اینه که ما سرمایه گذاری خاصی در این رابطه نداشته باشیم و صرفا مرزهایی که ممکنه حالا چین یا کشورهای دیگه ازش نفوذ بکنن رو ببندیم برای ما کافیه همین وسما ما بسه تموم شد و رفت به من اعتماد دارم ولی خب مرزمون رو باهاش میبندم و تمام این 240 واحد به همین زیبایی که دیدید در کل کشور قرار پخش بشن و الان نوبت میرسه به این که جنرال های معمولیمون رو انتخاب بکنیم بر حال جنرال نیاز داریم با اینکه جنرال خیلی هم کم داریم ولی خب نیازه و از این ورم انتخابات مجلس در جریانه که بهمون حق دخالت میده ولی ما دخالت نمی کنیم. باقی جنرال ها رو هم بچه به همین شکلی که میبینید من خیلی سریع ست میکنم و دیگه جنرالی نداریم اره نداریم تموم شد همه جنرال هامون رو استفاده کردیم من مالیات رو یک مقدار دیگه بچه توی مملکت بالاتر میبرم ولی از این ورم بچه میخواستم با این پولی که داریم بدهیامون رو بدم که این کارو نمیکنم چون جنگ با چین قراره که خیلی از این داشته باشه و نیروهامون هم خوبی دارن پخش میشن و الان نوبت میرسه به دادن استراتژی جنگی کاماندری که من واقعا روش حساب باز کردم کاماندر این ناحیه است آیه محمد پاکپور و این کاماندر باید یه دونه اینجا رو قطع کنه و یه مقدار هم باید به این شکل که میبینید پیشروی کنه ما اصلا نمیخوایم به این سمت و حرکت کنیم ولی از اون بعد می‌خوایم که ارتباط چین هم به این قسمت قطع بشه و علاوه بر اون می‌خوایم که پایتخت چین رو هم به وسیله این کاماندر بگیریم با اینکه چین نیروی خیلی بیشتری به نسبت ما توی این مرز داره ولی خب هم نیست سرعت حرکت این کاماندر رو هم میزنم روی بالاترین حد ممکن دستور حرکتش رو هم از الان میدم سومالی میخواد 700 تا تانک بخره پدر سگ چه غلطی دارید میکنید توی افریقا فقط دارن هم دیگر رو چیز میجنگن بله ولی خب از اون ور یه کاماندر دیگه هم بچو اینجا داریم که این کاماندر باید به صورت سریع فوری انقلابی این نقاط رو بگیره یعنی چی یعنی ما میخوایم که در وهله اول دسترسی چین به آبهای آ... آزاد رو بگیریم یعنی چی یعنی میخوایم این بنادرش رو ازش بگیریم به وسیله دوتا تا کاماندری که داریم حالا این وسط یه کاماندر کاتکولفتم این برداریم اینو قراره چیکار کنیم ایشون قراره که به این شکل بره تو داداش برو تو دیگه چه لگ شدی شهر شعر عجیبیه ولی میگفتم قراره که به این شکلی که میبینید بره تو بابا برو تو دیگه ای. اوکی اینجا میخوریم به تبت نمیتونیم تبت رو بگیریم اصلا این مشکل بدیه بعد اینطوری استراتژی بدیم که اوکی اینم از استراتژی این کاماندر این کاماندر جدا گلفت یعنی باید بتونه این همه منطقه رو بگیره یه کاماندر دیگه هم بچه اینجا داریم توی این یه چاس جا که این کاماندرمون هم, هم باید به این سمت حرکت کنه یه کاماندر دیگه هم اینجا داریم این کاماندر هم باید به این سمت حرکت کنه یه کاماندر هم که داریم دیگه برای امنیت کل کشور دیگه اون نیاز نیست به جایی حرکت کنه و مکزیک هم میخواد ازمون آرتلری بخره که بهش میفروشیم و دیگه جونم واسه بگه که فوکسمون هم انجام شد بدون معطلی بریم سراغ فوکس بعدی و این یکی فوکس رو من سوادم جدا قد نمیده بخونمش رین settlement چیز جد نمیتونم نمی... واقعا نمی... اگر زبان من انقدر خوب بود الان بر کرده بودم بله ولی خب میذاریم انجام بشه و برمیگردیم سراغ بدبختیامون اینم از دستور حرکت اینها بریم برای فرودگاه ها بچه بریم برای فرودگاه ها یه فرودگاه هزار دم گوش داریم که رندم از همه هواپیما هامون من توش اد میکنم و دلیل رندم اد کردن هم هم بچه اینه که برای هر نوع استفاده ای هواپیما توی اون فرودگاه داشته باشیم هواپیما رو هم باید پدر سگ کجا رفتن هواپیما ها ببینم من دو ساعت کجا اینا رو سد کردم ای گروپ چی پدر سگ ببینم آقا فرودگاه هزارتایی اینجا داریم اصلا دیلیت کن نه نه هواپیما رو دیلیت نکن پدر سگ سک... گروپو رو دیلیت کن عجب بابا عجب روزگار عجیبیه بچه شهر عجیبیه اینا الان گروپ شدن گروپ هم پاک نمیشه احساس میکنم اینم بزنم کل نیرو هواییمون پاک میشه الان من نمیتونم سر این موضوع از این فرودگاه هزارتایی استفاده بکنم شهر عجیبیه ولی خب مشکل رو من حل کردم گروپ من منحل کردم اینها واقعا ما را نشناختند و خب الان هزار تا هواپیما هزار ست شد ما میکنیم اینجا ست میکنیم روی چین و هیمالیا ای کبیر رو میبینید بچه هیمالیا که با میگه میبینید حالا اینجا هیمالیا خب خیلی ها توی هیمالیا رو نمیشناسید بذارید من در این ویدیو هیمالیا رو کامل بهتون توضیح بدم همونطور که بچه رو بینید اینجا هیمالیا ولی اگر فکر کردید که هیمالیا فقط به این منطقه یعنی دیگه تموم میشه نه هیمالیا فقط اینجا نیست هیمالیا از اینجا شروع میشه یعنی از این منطقه از چین شروع میشه تا اینجا ای ادامه داره یعنی آناتولی رو چه می نویسن ها ای اصلا آناتولی نیست این هیماتولیه بله و همونطور که می الان الان مرزبندی هیمالیا به همین شکل حالا خیلی جدیدید جدیدی توی چانل من با هیمالیا آشنایت ندارید هنگ کنگ هم که میخواد خرید کنه این پدرسا هم میخواد خرید کنه میفروشیم آقا میفروشیم ولی میگفتم خیلیاتون جدیدید با هیمالیا آشنایت ندارید وگرنه این قدیمی یا 4 5 سال پیشیا هیمالیا رو خیلی خوب میشناسن و دیگه جونم واسه بگه که آقا همه چیز الان رو دیگه درست او سازه هامون هم ساخته شدن بنازم کارخونه مردمی ها خب در این شرایط میریم سراغ لندفورت آقا جان میریم سراغ لندفورت ساختن توی این مناطق اینجا خیلی مهم من جدی تا دست ما باید توی این مناطق بچه تا قبل شروع جنگ و حتی در حین جنگ لندفورت بسازیم تا خدایی اینا کرده یک درصد هم این مناطق رو از دست ندیم و یه ورودگاه هزارتایی هم اینجا داریم ای ایول ای ولی هواپیما دیگه نداریم حالا ای بیام هم نداره این فرودگاه هزار تایی هم استفاده میکنیم ست میکنیم برای همین نقطه و میذاریم که هر کاری از دستش برمیاد انجام بده برای ما و تمام این هم از این سودان هم وام میخواد بیا برو پدر سگ بیا برو وام نمیدیم ولی گفتم یه فرودگاه هم اینجا داشتیم ست کردیم الان ما باید این هواپیمایی که این بر اون ور داریم رو مثلا 630 تا الان هواپیما اون ور داشتیم این 630 تا رو میاریم روی این فرودگاه زارتایی که که خاک چین اینجا داریم بالا تا هواپیما برسن زمان میبره ولی این فرودگاه رو هم بچه ست میکنیم برای این نقاط و باز هم میزنیم هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن بیتارف و الان دو تا فرودگاه هستی اینجا داریم استفاده میکنیم اوگاندا میخواد از همون پرسونال کریر بخره چیه نمیدونم میفروشیم بنگلادش هم میخواد باز خرید بکنه باش عزیزم میفروشیم فوکسمون هم انجام شد بدو بدو بیایم سراغ فوکس جدید که بله بالاخره میتونیم روی کره ماه بیس داشته باشیم که به همون دو درصد ریسرچ و سپید میده که بخور تو سر من نیاز ندارم بهش دیگه ارزان به حضورتون سی بیلیون هم پول میگیره کلم به درد نمیخوره ولی خب انجامش میده این نیست اسمش قشنگه فقط 300 تا هواپیما هم توی باکو داریم که اینها رو هم به نظر من برداریم بیاریم به یک فرودگاه اینجا کجا بیاریمش او اینجا ای فرودگاه هزار اینجا داریم اینا رو هم اعزام به این بر و باز هم هواپیما داریم 300 تام اینجا داریم اینا رو هم بذارید ببریم همین بر این فرودگاه رو پر کنیم و در نهایت هم این فرودگاه هم باید ست بشه روی این نقطه باقی هواپیما هم که رسیدن و باز هم میزنیم که حالا هر کاری میتونم بکنن دیگه بدون تعارف و تمام این هم از این تقریبا بچا توی این جنگ از 60 درصد نیروی هواییمون قرار استفاده بکنیم ولی خب یه عالمه ما مال توی کشور خودمون داریم او اونا قرار نیست استفاده بکنیم با این که استفاده از هواپیما هم در همچین جنگ اشتباهه چون هواپیما کاری که میکنه بمباران کردنه و قرار که شهرها رو نابود کنه و فردا روز ما میخوایم از چین استفاده بکنیم به مشکل میخوریم ولی در هر صورت بچه کارمون با نیروی هوایی تموم شد میایم سر وقت کی میایم سر وقت نیروی دریایی که من نیروی دریایی رو این وسط هم استرالیا میخواد با همون پیمان ترید امضا کنه اوکی ولی ولی الان بچه ما نیروی دریاییمون رو بایستی بذاریم روی حالت کنبوی ری. از دریای عمان هم باید شروع بشه دریای عرب دریای هند همینطوری باید بیاد کل این دریاها ها رو باید ببندیم دیگه تا دم گوش چین رو باید ببندیم اینم از این اینم از این اینم از این این هم از این کلا نیروی دریاییمون باید توی هزار تا دریا اکتیویتی داشته باشه و این هم از نیروی دریاییمون همونطور هم که میبینید روی هر دریایی که ست کردم صد درصد تونسته به دستش بگیره پس به دریاهای بیشتری ست میکنیم و کلا دسترسی چین رو به هر دریای آزادی در دنیا قطع میکنیم خلیج عدن رو هم اگر ببندیم بد نیست و این هم از این دیگه تمام دیگه نیاز که بیشتر از این از نیروی دریایی استفاده بکنیم و من دوباره چک کنم ببینم چند روز تا زمان جنگمون مونده که حدودا صد روزی باقی مونده پس در این فاصله وضعیت جاسوس ها رو چک کنم که این خانومی که قرار بود بوست ایدئولوژی داشته باشه 10 درصد تونسته پیشرفت کنه این ور سر پورپاگاندا. تونستیم کار خاصی بکنیم یا نه که 24 درصد صرفا پیشرفت داشته ولی خب بدم نیست میدونید جدی بدم نیست این موضوع دیگه جونم همون بگه که لند هایی هم که زدم دارن ساخته میشن البته امیدوارم ساخته بشن هرچه سریع تر باید هر طوری هست قبل شور جنگ لندفورت ها رو هم داشته باشیم لندفورت رو هم بچه خیلیاتون پرسیده بودید یعنی هر از گاهی اصلا یه سری تو کامنت ها میپرسن که آقا لندفورت چیه که بذارید من الان بهتون بگم آها اینو میبینید این لندفورت یا مثلا این یا مثلا این اینا از زاویه های مختلفه اوکی یا مثلا اینی که اینجاست اینا لند اگه کالاف بازی کرده باشید اگر بتلفیلد به خصوص بازی کرده باشید با این سازه هاش دارید به سازه بتونی توش مهمات نگه میدارن بغلش مثلا تونل میکنن زیرزمینی، زمینی البته زیر زمین نه چی میگم بهش اسم دقیقش رو نمیدونم خندق چیه از اونها میکنن و یه طوری میشه گفت یه بانسی به سربازه اضافه میکنه دیگه مثلا یه سرباز میره از این تو تیر میزنه و زدنش برای اونی که از توی بیرونه کار سختیه در کل توضیحش هم سخت بود ولی امیدوارم که متوجه شده باشید و حالا ما هم وای لندفورت رو داریم بچه یه سری لندفورت برای زمین داریم یه سری هم فورت برای دریا داریم که توی همچین مناطقی میشه ساخت ولی خب متاسفانه جایی نساختیم که بهتون نشون بدم خیلی هم سازه جذابیه حتی بذاری ببینم میتونم پیدا بکنم جایی یا نه متاسفانه ما نداریم ولی خب این کشورهای دیگه دیگه ندارن بزا ببینم چین هم نداره حتی البته چین داشته باشه هم به ما نشون نمیده ولی خب این ورا هم نیست حالا یه او او این 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 هم ببینید این هم لندفورت دریاییه برای مثال جلوی نیروی دریایی دشمن رو میگیره کلا گفتم این موضوع رو هم بهتون دوزیح بدم تا سوالی در این رابطه نداشته باشید و دیگه جونم واسهتون بگه که بریم صبر کنیم تا زمان جنگمون از راه برسه ولی خب بچه در همین فاصله ای که من رفتم و اومدم بیسمون هم در ماه آماده شد الان ما در ماه ایستگاه فضایی داریم و خب این واقعا خارق العاده است و بریم برای گرفتن مریخ که بهمون 10 درصد از سبدیتی میدید و 150 تا بولد بابر و اوکی بریم و زمان جنگمون هم با چین بچا از راه رسید قبل اینکه من تایم بازی رو باز کنم یک لحظه میام از اینجا و بذار ببینم چه خبر اینجا که خبر خاصی نیست دیولپ اکونومی رو باز میزنیم و بدون معطلی بدون کسر وقت بدون هیچ چیزی تایم رو باز میکنیم ببینیم چی میشه <تصحنت> نایس در وله اول که همه جپه شدم که این عالیه میامار هم جوین جنگمون شد که دیگه اون مشکل میشه گفت هنده حالا بذارید ببینم من هند رو میتونم دعوت کنم به این جنگ they will not accept they will eat go آه, accept. بیا بیا, بیا. بیا. چی... چیز... پاکستانو جدن. پاکستان رو نمیارم جدا پاکستان بدبخته پاکستان بیاد خورده میشه حتی فکر نکنم خودشم قبول کنه حتی بذار ببینیم قبول میکنه که قبول میکنه داداش بیا پاکستان بیا عشقم بیا چرا که نه آتا نیرو گذاشتم توی مرز پاکستان هوا شد داریم کم و بیش ولی خب الان با تمام قوا رفتیم توی جنگ آیه حزب الله شما شما هم بیا دیگه شما کلا با اسرائیل میجنگی، با جای دیگه نمی‌جنگی ببینم حزب الله رو هم میتونیم بیاریم یا نه یه کال تو آرم نایت اکسپت دی ویل نات اکسپت دی اولویز نات اکسپت دی ویل ها اکسپت کردن ما هر جنگی رفتیم نات اکسپت این چه شکل قیافه این؟ چه حالا درست ما داریم چین خودمون میخوریم ولی خب این وضعیت بچه های خود گز... درست نیست این وضعیت زشته ولی خب به زودی هرچه تمام چین قرار خورده بشه وای یه سری لوز داریم نیروی هواییمون جلوی نیروی دریایی آره دیگه نیروی دریایی چین داره کم بیاره ببین نیروی دریاییشو چقدر قویه ولی خب وینم داریم ما وینم داریم یعنی انقدرام بدبخت نیستیم این اینورم مکزیک میخواد خرید کنه بمب هم, هم واسم کشید بیرون پدرسه بذار ببینم منم میتونم رو حالت الارت بذار بابا به قرآن حسرت به دل موندم من آقا من میام اینجا یه جایی که سیلو موشکی داریم کجا سیلو داریم کو چی داریم اصلا ما چرا هیچی نداریم یه لحظه به من مهلت بدید ببینم پیدا میکنم از این پایگاه موشکیامون اینجا بابا پدر تو جنگ هند من اینجا ساخته بودم الان نداریم این چه وضعیتیه آقا من میام یه دونه شهاب شیش میکشم بیرون اتمی هم که نمیتونیم روش بندازیم اجازه نمیدم یه دونه از این بانکر رو میندازیم روش اوکی الان اینو از اینجا ست میکنیم رو کجا رو یه گورستونی حالا جاش مهم نیست رو این شهرش مثلا اتمی هم که نداریم بذار فایر رو بزنیم بلکه رفت خورد یکم دلمون آروم شد صرفا فقط یه دونه هم بچو خرم شهر میکشم بیرون اتمی باز نمیتونیم روش بندازیم این بار ای ام میخوام لانچ کنم از اینجا لانچ میکنیم کجا میزنیم بذار ببینم این رو بزنیم او اینجا دیگه بردش نمیرس. باید بعد این وسط بزنیم که اینم میزنیم اینجا اصلا جاش مهم نیست فقط من میخوام بخوره اینو میزنم رو حالت آلارت اینو میذارم میخوام لاکچری بازی در بیارم واسه چین پیام بره که رو آلارت گذاشت و ولی این قاطومی نیست دیگه باقی قضیه اینجاست نیروهای اسگل ما هم ارزه اینا نرم برن این یه واحدو بزنین یه واحد اونجا مونده حالا میزنه کل مملکت ما رو میگیره آقا برید بزنید دیگه اسکول ها. ای خدا ببینم تکون بخور اوکی بچا اینم از این اینجا ها رو که عالی گرفتیم نیروهامون ترکوندن واقعا این ریدیم یعنی به معنای کلمه این بر واقعا ریدیم و نمیدونم هم چی کار میشه کرده جدی نمیدونم ولی خب بچه های گل اصلا نگران نباشید ما این یه چوسه رو اگر بگیریم که دیگه این رو دارم میرسن دیگه خدا رو شکر اینجا هم استراتژی ها شده متاسفانه پیش روی نمیکنن هولی نگو تو تبت گیر کردید وای نیرو همون تو وای این بده این بده این واقعا بده این باید بره اینجا رو قطع کنه چرا اینا حرف شنبی همه اوکی بالاخره پیدا کردم اینجا رو بگیریم کنید اینو قطع کنید شما برید اینو قطع کنید مجلس هم که اومد باز ما رو خف کنه 10 بیلیون ازمون بگیره در کل اوضاع خوبه فقط این کاماندر 20 واحدی که اینجا داشتیم دیگه از اینجای کار به بعد باید با ایریا دیفنس به باید با ایریا دیفنس به جنگ چون زونش رو کامل از دست داده و خیلی سری شده بازی ساعت بازی خیلی بردم بالا خیلی بازی سری شده ولی بذارید خیلی سری من این استراتژی این کاماندر رو بردارم یه استراتژی جدید به این کاماندر بدم دستور حرکت هم که داره سرعت همه کاماندر ها رو هم بچه میبرم بالاتر تا سریع بتونن خودشون رو جمع کنن این جنگ باید سریع جمع بشه نمیخوام این وسط یه گورستون دیگه پیدا بشه بیاد مثلا طرفداری بکنه و اینجور جور غذایا کابل هم افتاده دست چین بنازم و ما نمیتونیم جمعش کنیم که البته این کاماندر 240 واحدی خیلی نیرو داره بذار به وسیله این کاماندر کابل بگیریم این اینم از این بریم کابل هم بگیریم ولی دیگه جونم واساتون بگه که الان دیگه چین هیچی نداره الان چین هیچی نداره و باز هم ما وین پورت گرفتیم نایس ساتا از فایترای ما یکی از بندرهای چین رو میشه گفت زدن و خوبم زدن داغونش کردن ولی بذاری ببینم فیلیپین هم توی این جنگ هست که بله هست متاسفانه ولی کی قراره فیلیپین رو جمع کنه هند به نسبت پرچو نیروی دریایی خوبی داره و امید امیدوارم هند بره به سمت فیلیپین این امید و واقعا دارم یه دونه هم باخت داشتیم توی جنگ دریایی باختمون میشه گفت زیاد بود جدا خیلی باخت دادیم ولی وین هم داشتیم به نسبت در هر صورت چندان هم مهم نیست و اون اتفاقی هم که نمیخواستم افتاد از اینجا هم نیروهامون درگیر جنگ شدن این وسط هم بچا هند به جایی رسیده که میخواد دیگه آزاد باشه دیگه یعنی به خاطر اینکه توی این جنگ کمک حال ما بوده و این قضایا میخواد که آزاد باشه. ولی خب ما این حق آزادی رو نمیدیم و من بازم حالا برشو میخوام یه موشک لانچ کنم و این بار هم یه کلاه که خیلی سبک روش میذاریم و کجا لانچ کنیم خود چین که پایگاه موشکی داره خدا رو شکر از خود چین لانچ میکنیم به پایتختش فایر امیدوارم بخوره واقعا امیدوارم بخوره و همونطور هم که میبینید بچه از موشکامون کم میشه ها ولی اینکه میخوره و نمیخوره و اینا رو دیگه من نمیدونم چند تا هم شیراز میخوام لانچ کنم بچه که شیراز 900 کیلویی هم میخوام لانچ کنم وسط پایتخت چین هم میخوام این موشک ها بخوره که اینم از این و فایر چرا بهمون همون نمیدیده داشت اوکی شیراز کم داریم اصلا که اوکی این مشکل هم حل شد و بریم برای فایر بریم برای زدن آقا جان بریم الان دیگه به طور اصولی باید این موشک برن و بخورن دیگه نمیدونم اگه نخورن دیگه واقعا نمیدونم چیکار میشه کرد و احتمالا هم میخورن ولی خب به ما نشون میده و مکزیک باز هم میخواد خرید کنه دهنشو جدا دهنشو ولی از این ورن بچه نیروهامون الان به یه حد و حدود خیلی خوبی رسیدن و میشه بهشون استراتژی جدید داد که این هم از اینو دیگه بریم تموم کنیم دیگه چین پدرسگم اومده توی هند خاک گرفته که امیدوارم نیروها جمع کنن این وضعیت رو این کاماندر 240 واحدی هم اینجا رو تموم کنه باید جدا جدا بعد اینجا رو تموم کنه پاکستان هم که نمی میاد کمک ما حزب الله هم که هیچ کمکی نکرد باز ولی کلی نیروی اللاف بچا این ورا داریم که اگر این نیروهای الا بابا اینا چرا حرف شنوی ندارن برو اینجا رو بگیر دیگه برو اینو بگیر عجب شعر عجیبیه این رومون هم که اللاف اینجا و ایستادن آقا برو اینجا رو تموم کن دیگه بابا بودو بینم تو برنگه برو اونجا هنگ کنگ هم که میخواد ازمون آرتلری بخره بهش میفروشیم و کم, کم داریم دیگه به انتهای چین برجا نزدیک میشیم یادش بخیر یک زمانی با ما چین جنگیدیم دهنمون سرویس شد آخر سرم امریکا اومد کمکمون الان توی یه پارت داریم میخوریمش ولی اینجا خالی شده وای وای این بده این بده هند تو رو خدا نیرو ازام کنه ای بد. یه واحد اینجا پیاده کرد هند این یه واحدش کاش بره این وری کاش بره این وری یه واحدش هم که از هواپیماهای ما و بنگلادش هم میخواد خرید کنه تو باگو هم همینطور و تموم میشیدی و دیگه جونم واسه تون بگه که دیگه آخراشه دیگه آخراشه این یه چوسه رو هم نیروهامون باید بزنه اسکول بر نگرد برو اونجا رو بزن توی هش واحد الاف احمق هم اگه نمیتونی بزنی مرز و برو دیگه اینجا آب هستن چجوری میخوای آبو بگیری برو برو داداش برو ولکن برو برو به یه جای دیگه برو یه کار دیگه بکن کره جنوبی هم بچه کره شمالی زد واه باورم نمیشه چون کره شمالی ساپورت چین رو از دست داد به همین راحتی کره جنوبی اومد زدش حالا بذار ببینم میتونیم ازش استفاده بکنیم که نه هیچ استفاده ای ازش نمیتونیم بکنیم ولی مرزش رو خیلی تجهیز کرده دادن سرویس خیلی مرزش رو خوب بسته و دیگه جونم واسهتون بگه که نیروهای ما هم الان وارد فاز زجه زدن شدن متاسفانه این بده این که بده ولی ولی یه واحد داره میرسه یه واحد عزیزم برو برو برو, برو اینو بزن این بناده رو پس بگیریم خیلی سری بینم این یه واحده داشت میرفت یه جا دیگه ها من سر راه خفتش کردم پس من با همین یه واحدم هم ماشینم هست خدا رو شکر میتونم خیلی ایزی این ها رو سری پس بگیرم برو داداش برو برو اون و برو اون و اصلا نذار اینجا خاک بگیره اینا این یه واحد چینم اینجا بزنیم که زدیم خدا رو شکر ماشینه الان کاری که باید بکنیم اینه که سری به کمک این یه واحد بنادرمون رو پس بگیریم الان اینجا چند تا بندر و شهر مهم هست که افتاد دست چین ولی خیلی سری ما قراره که پسشون بگیریم اینجا هم درگیر شدیم با کی نفهمیدم ولی با یه جایی درگیر شدیم اوه 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 چین اومده آقا 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 نمیذارن نمیذارن این یه واحدمون رو به احتمال زیاد الان بزنن البته نیروی دریایی ما از راه رسید نه از راه رسید و زد اون نیروهای چین و بنازم بابا او بو حتو میبینید جدا حتو میبینید بچه‌ها ولی حالا من کل این مناطق رو بچه‌ها پس گرفتم از این بابت ترسی نداریم یه سری نیروی بدبخت داریم اینجا محاصره شدن که اینا رو هم بعد از محاصره بکشیم بیرون میانمار رو هم که خدا رو شکر هند داره میزنه البته توی خود میانمار هم انقلاب شده که این قرار خیلی به کمکمون بیاد و یه سری نیروی الاف هم اینجا داریم که اینا رو هم من باید دستی تموم کنم دیگه اینا رو من اگه دستی تموم نکنم اینا تا 100 سال دیگه اینجا گیر کردن اینم از این یه واحدام اینجا داریم آقا به تموم کنید من جدا دیگه چشمام داره درد میکنه بچه شما هم که تا اینجا یه ویدیو رو دیدید و لایک نکردید واقعا خیلی دمتون گرم که تا اینجا یه ویدیو رو دیدید ها. یعنی الان 80 درصد ویدیو فکر کنم گذشته باشه دمتون گرم که ویدیوها رو میبینید عاشقتونم واقعا و لایک کنید بچه لایک کنید چند رو ساب کنید واقعا من ببین من یکی از آرزوهام در طول زندگی یعنی یکی از آرزوهایی که دارم و میخوام در طول زندگی بهش برسم لوح صدکه یوتیوبه اوکی میدونم به این زودی هم بهش نمی رسام تا دو سه سال دیگه ولی خود تا عمر دارم یه ده سال دیگه یه کاری که من برسم دیگه به خدا عقمه و تنها راه رسیدن منم به اون لوه فاکینگ اصلا چیز سابای شماست و قول میدم اگر ساب کنید میذارمش هم اینجا همینجا بغل این لوگو حالا نمیدونم توی دوربین معلومه یا نه ولی خب ساب کنید لطفا دمتون هم گرم خیلی خیلی دوستتون دارم عشق منید ساب کنید دمتون گرم با. ساب کنید ولی خب بچه‌ها داریم به آخر جنگ میرسیم و من دارم از خستگی میمیرم از خستگی جدان دارم میمیرم با بیش از یک ساعته که داریم این ویدیو رو رکورد میکنیم و این هش واردمون هم, هم اسکور شد دیگه هش وارد دیگه کاری ازشون بر نمیاد رندوم اینطوری اعظمشون میکنم اینجا رو نیروها ناموسن یه غیرت به خرج بدید قطع کنید اینجا رو قطع کنید این چین و این کانکشن چین و قطع کنید این قطع بشه کار آسان‌تر میشه پدر در سگا قطع کنید این سه واحد آ اینجا رو هم وا کن داداش اون ور رو باید قطع کنید اینجا رو باید وا کنید یه واحد اینجا میتونی بری پای رو بگیری بعد نمیری اوه نیرو نیروی چین اومدن بالا سرش وای پیاده نشو چرا ماشین پیاده میشی آقا فرار کن فرار کن جدی اینجا هم نیرو ساپورت داریم آقا برید کمکشون یه واحد ما رو اونجا خف کردن برید جلو ببینم شما برید اینوری پای پایتخت رو گرفتیم نه پایتخت رو انو نگرفتیم تو هم برو این ولی آقا این پایتخت رو بگیریم موندم چی میخواد کجا رو پایتخت کنه جدی واسه هم سواله تا الان هم که صد درصد جاسوس هایی که توی چین داشتیم به مملکت خودمون بازگشتند و دیگه توی چین نیستن و اینم از این تو هم که بیا برو اینجا شما هم که اینجا بی, بی خود وایستادید دیگه فقط بعد میگیم جنگ چرا تموم نمیشه نرید جلو که تموم نمیشه آقا اینا این, آین داموسه اینجا رو بکن اینجا رو بکن داده. تو ای، ای ای جان ای جان پایتخت چینو گرفتیم آقا پایتخت چینو گرفتیم بنازم بنازم الان اینجا رو یه دور پلیسی من اینجا میزنم کل پایتختی بیفته دست ما این یه واحد داره میاد برای آزادسازی پایتخت اوه اوه جتو ببین بابا بنازم جتو ببین برو اینو بزن این یه واحدمون تو هم بیا اینجا بابا ایول ای و پای تختو گر آه تموم شد نه تموم نشد الان باید این یه واحد این سمتی حرکت کنه این دو واحد هم باید بره اینجا این یه واحدمون هم الان میمیره مرد دیدید <تصفح> پیش بینی حال کردید ولی خب ما کلا تونستیم این منطقه رو به صورت دستی باز کنیم تو هم برو اون بالا تا اینجا رو بگیر شما هم که این بری و شما هم که برید اون بالا و نایس اینجا رو خودم آزاد کردن بچه ها این که کاماندرهامون همون خدا رو شکر حرف گوش کردن و درست کار کردن همتون برید تو اینجا رو تموم کنید یه سری نیرو هم اینجا الافت داریم که بیاید تو آقا بیاید تو سرتون رو بندازید بیاید تو اینورم که خوب داریم کار میکنیم انصافا یه چوسه مونده که اونم باید تموم کنیم هند بدبخ ولی هند بدبخ نمیتونه اینجا رو جمع کنه هنوز ما هم البته یه چوسه اینجا خاک دادیم دست چین هنوز نتونستیم بگیریم بابا برید بگیرید دیگه این چه وضعیتی آخه. ولی میگفتم بچه کم کم دیگه داریم به آخرای جنگ با چین نزدیک میشیم و واقعا هم جنگ لذت بخشی بود خیلی لذت بردم و با... الان هم دیگه آخراشه چند ثانیه دیگر قراره که صدای گوش تموم شدن جنگ رو بشنویم و این سه هم بره این یه واحد رو تموم کنه تو هم برو اینجا بابا برید بزنید دیگه تو توی جنگای بزرگ باگی که هست من باید دخالت کنم من کلا تماشا کنم ولی اینا نمیذارم من باید حتما بیام دخیل بشم به این موضوع این ها رو بتونن تموم کنن ولی خب خیلی هم خوب دارن تموم میکنن انصافا این بالا هم تموم شد بابا به نازم نیروها دارن برمیگردن ایول 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 دارن نیرو برمیگردن اونگ کنگ هم میخواد از همون زفر بخره تو خوابتون هم فکر میگردید یکی روزی اه. جنگ تموم شد بابا بنازم بابا بنازم ایول جنگمون هم بچه با چین تموم شد که من کل چین رو میزنم که پاپتمون بشه یعنی اصلا کاری به هیچ چیزش ندارم ولی خب میان ما رو پاپت میکنم چین رو هم پاپت میکنم و تموم شد دیگه دیگه البته میان ما رو کنم ما بهتر دست نزنیم چون اکسپیمون بهش نمیرسه چرا پاپت کردم بچه انقدر اکسپی بیشتر میخواد این یعنی الان برای من سواله جدی ما الان 5800 تا کلا اکسپی داریم بعد برای پاپت کردن چین 18000 تا نیازه برای گرفتنش هم همینطور حالا این هند پدرسک چون کمکمون کرده باید بهش سهم برسه آره عجیبه شهر عجیبیه من فعلا بچه رو کاری که میکنم اینه که مالزی رو پاپت میکنم فیلیپین رو هم پاپت میکنم یک سرزمینی هم به وجود میارم به اسم ترکستان و اون رو هم پاپت میکنم حالا چقدر اکسپی مونده مونده مقدار نپال همین وسط هست نپال رو نمیخوام و دیگه باقی اینها به اون صورت به کار ما نمیاد یه بار پس ما میزنیم که سر خیلی به با هند به مشکل خوردیم ولی اوکی یه بار پس میزنیم الان دوباره باید ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که این چیزیه که به وجود اومده الان من میخوام باقی چین پاپت کنم که با هند به مشکل میخوریم ولی خب فدای سرت نمیدی داشت اوکی گرفتیم گرفتیم الان بچه اتفاقی که افتاد این بود که یک ترکستان به وجود اومد چین پاپت شد مغولستان هم که پاپت شد زد ازش بیرون باقی چیز میزام که پاپتن ولی الان نپال و برداشت اوکی okay. اینجا رو هم برداشت این برام هم برداشت برام رو همه جور برداشته یه سری جاها فقط مونده که اونا رو هم ما برمیداریم و تمام تمام این هم از جنگ ایران و چین به همین زیبایی بچه رو. به همین زیبایی که دیدید جنگ تموم شد و عالی جنگیدیم عالی جنگیدیم بچه ها همونطور که بچه ها میبینید الان فکشن ایران متشکل از هند چین ترکستان و این بر این ویتنام ویتنام نه البته مالزی میانمار و فیلیپین پکشن ما الان از این کشورها تشکیل شده و چین هم که پاپت ماس در واقع ولی از اون ور اگه اشتباه نکنم نپال که نه کجا رو برداشت هند هند یه جایی رو پاپت خودش کرد که من زیاد در جریانش نیستم کجا رو پاپت کرد ولی خب در هر صورت اتفاقی که افتاد جدا اتفاق رضایت بخشی بود و ترکستان هم پاپت ماس بچه این هم خوبه این هم جدا عالیه و حالا دلیل به وجود آوردن ترکستان چی بود بچه ها من از عمد به وجود آوردم که تعداد کشورهای متحدمون بیشتر باشه نپال هم از همون خرید نظامی کرد ولی میگفتم فیلیپین رو هم که الان داریم و نایس نایس جدا اصلا فکر هم نمی کردم که این داری بشه ببینید این تقسیم بندی منه که به این زیبایی و خوشگلی چین رو تقسیم کردم اینم از اروپا و امریکا ریدن همه جا روسیه ده تا روسیه به وجود آورد ولی در هر صورت بچه به اجازه بدیم من اعتراضات رو هم یک چک بکنم که توی این مناطق یه ذره اعتراض داریم ولی خب در کل اوضاعمون بدک نیست و این وسط هم ترکستان از همون وام میخواد که نوپای دیگه بهش یه 5 بیلیون وام بدیم آقا ایبی نداره کشور نوپایی هنوز هیچی نداره تقریبا ولی خب بچه میگفتم این بود از این ویدیو امیدوارم که لذت برده باشید و ممنونتونم که تا انتها ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که خوشتون اومده باشه کارمون دیگه برای پارتای بعدی تره به راحتی قراره که بریم بالاسر اروپا و اروپا رو به گریه کردن بندازیم پس منتظر بارتای بعدی حتما باشید توی کامنت نظراتتون رو بنویسید و تا ویدیوهای بعدی سیو